سلام به همه دوستای گلم، به کانال من خوش اومدید. امروز اومدم که یک شیرینی آلمانی رو بهتون آموزش بدم و با هم این کیک حالا یا شیرینی خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. من اسمش رو هرچی که سرچ کردم که معادل فارسیش رو بهتون بگم پیدا نکردم، ولی بدونید که این یک شیرینی آلمانیه و خیلی خوشمزه است. برای اینکه بریم با هم مراحل بعدی رو ببینیم، با من همراه باشید و لطفا کانال منو سابسکرایب کنید. من خیلی زحمت میکشم که این ویدیوها رو واسه شما پر کنم و آموزش بدم. شما هم به من انرژی بدید و سابسکرایب کنید، اینطوری من میتونم کارم رو ادامه بدم برای ویدیوهای بهتر و آموزش های بهتر. پس اینو اول با هم تست میکنیم و بعد برید ببینید که چطوری درست میشه. ببینید چه بافت نرم و اسفنجی داره. این وسطش هم نشونتون بدم که از مارمالاد گذاشتم. الان این البته یه کمی داغ هست هنوز، باید یه کمی سردتر بشه تا به هم نچسبه. من یکم زود ازش جدا کردم، ولی خب خواستم که بافتشم بهتون نشون بدم که چه بافته تفکیک شده و خوبی داره. خیلی خوشمزه است، حتما یک بار امتحان بکنید. بریم با هم درست کردنش رو ببینیم. برای تهیه این شیرینی آلمانی به چه موادی نیاز داریم؟ شیر داریم که شیر ولرمه. شیرمونو 280 گرم شیر اضافه میکنیم. به دمای محیط رسیده باشه و یک کمی ولرم. بعد خمیر مایمون رو اضافه میکنیم. 25 گرم خمیر مایه تازه داریم که خوردش کنید و داخلش بریزید. میتونید از خمیر مایه خشکم استفاده کنید. هفتاد گرم شکر داریم، شکرم اضافه میکنیم. بچه این شیرینی خیلی خوشمزه است و خیلی ساده که همتون وسایلش رو توی خونه دارید و میتونید به راحتی آماده کنید. یه دونه تخم مرغ بزرگ بردارید. اونم اضافه میکنیم. یک دوم قاشق چایخوری نمک اونم اضافه کنید و بعد آرد رو اضافه میکنیم. آروم آروم با هم زن شروع کنید زدن، اول با دور کند و بعد با دور تند. بقیه آردم اضافه کنید. نود گرم کره داریم، کره هم اضافه میکنیم. بچه ها آردمون هم 550 گرمه.
مواد اولیه رو من توی دیسکریپشن براتون می نویسم، اگر که یادداشت نکردید اونجا میتونید بخونید و یادداشت کنید. بچه اگه شما همزنتون قدرت آنچنانی نداره و خمیر توش گیر میکنه، اولش رو یه کمی با همزن انجام بدید، یه کمی که مخلوط شد دیگه سفت شد، همزن قدرتش رو نداشت که این کارو بکنه، جداش کنید و با دست ورز بدید. با دست اینقدر ورز بدید که دیگه به ظرف نچسبه. حالا من نشون میدم که بهتون میگم چند دقیقه ورز بدید، یه بستگی به اون طریقه ورز دادن شما هم داره، ولی اگر که قدرت داره همزنتون و میتونید این کار رو انجام بدید، تا زمانی که این همه مواد رو با هم مخلوط بکنه و دیگه مثل الان خمیر دور ظرف نباشه، این کار رو انجام بدید. خب بچه بعد از 5 دقیقه که ورز دادید دیگه به دستتونم نمیچسبه. روی یه سطحی که آرت پاشی کردید بذاریدش و فقط میخواییم که شکل بهش بدیم و بذاریم توی ظرفی که به مدت 1 ساعت استراحت کنه. فقط در همین حد که گردش بکنیم. توی ظرف آرد بپاشید که بهش نچسبه و من فکر کنم تو همون ظرفم هم که بذارم تمیزش کنم خیلی بهتره، این لیزه، آرد به خودش نمیگیره، به خاطر همین تو همون ظرف رو تمیز میکنم و توی همون میذارمش. پس بذارید برای 1 ساعت استراحت بکنه، دوباره برمیگردیم با ادامه درست کردن شیرینی آلمانی. اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و برای دوستاتونم بفرستید تا دستورهای آشپزی خوب رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم و یک چیزای جدید یاد بگیریم، طعمای جدید رو تجربه کنیم. پس بریم 1 ساعت دیگه برمیگردیم. بچه ها یه چیز دیگه نیازی نیست روی خمیر و پارچه چیزی بپوشونید، همینجوری در دمای اتاق بذارید باشه، فقط یه سرپوش محکم بذارید سرش. اگه تو ظرف پلاستیکی میذارید حتما سرپوشش رو بذارید و فشار بدید که کاملا بسته بشه و بذارید تو دمای محیط بمونه. همین. خب الان 1 ساعت گذشته و خمیرمون پف کرده. الان سطح کارتون رو آردی کنید و از ظرف بیرون بیاریدش. این خمیرمون رو میخواییم به قطعه های 60 گرمی تقسیمش بکنیم، گوله های 60 گرمی ازش درست کنیم.
کاردک یا چاقویی که دارید یه ترازو هم بذارید کنار دستتون، یا اگر هم چشمی این کار رو انجام میدید که به گوله های مساوی تقسیمش کنید. من جا ترازو میذارم و میکشم. ببین تقریبا اینقدر که میشه 60 گرمی هستش. ظرفی که قراره توش بپزیم و بذاریم توی فر، کاغذ روغنی میذارید، آرت پاشی میکنید و گوله هایی که درست میکنید و میذارید داخلش. بچه پف کردن خمیرتون بستگی بازم به دمای اتاقتون داره که چقدر باشه. ممکنه از 45 دقیقه تا 1 ساعت برای شما زمان ببره. وقتی که همه ی گوله هاتون رو درست کردید، روی سطحش کمی آرد بپاشید و به مدت 1 ربع 15 دقیقه روش رو نایلون بکشید و دوباره بذارید استراحت بکنه. بچه الان 8 تا گوله اینجا به من داد و 5 تا هم اینجا. در کل اگر میخواید بدونید که چند تا قطعه از این شیرینی بهتون میده، اگر یک سینی بزرگ دارید واسه توفر که دیواره داشته باشه از اون استفاده بکنید خیلی بهتره. منم از این قالبی که دیواره داره استفاده کردم، ولی خب تو یه دونه جا نشد، مجبورم تو دوتا ظرفش کنم. پس نایلون میکشید برای 1 رو بذارید بمونه. بچه ها یه نکته دیگه که بگم، اینا رو با فاصله بچینید که وقتی که دارید استراحتشون میدید اینا باد میکنه به هم نچسبه، چون یک مرحله دیگه بعد از اینم داریم که دوباره باید برشون داریم و مواظب باشید به هم نچسبه که میخواید بردارید خمیرتون خراب نشه. با فاصله از هم بچینید این کار رو انجام بدید. منم الان دور ظرفم رو فعلا باز میکنم و از هم فاصله میدم که به هم نچسبه. بعدن دوباره توی قالب کیکمون میذاریمش، ولی فعلا از هم باید فاصله داشته باشه، فضا داشته باشه واسه باز شدن. یه رو بمونم تموم شد. حالا موقع مرحله بعده. الان یه کمی پهنش کنید با دستتون. خیلی زیاد نه. در همین حد که یه دایره کوچولو درست کنید و میخوایم توش مارمالاد بذاریم. اندازه یه قاشق چایخوری مارمالاد وسطش بذارید. بچه مارمالادتون فقط نباید شل باشه که بریزه از توش. با دقت این طرف و اون طرفشو ببندید.
بعد همه گوشه هاشو به هم دیگه بچسبونید و دوباره میخوایم که گردش کنیم. دیگه نمیخوایم این ترک ها رو زیرش داشته باشه. یک کمی با دستتون اینا چروکاشو بگیرید و دوباره فرم بهش بدید. خب الان ظرفی که میخواید بذارید داخل فر رو آماده میکنید. کفش رو آرد میپاشید. و دوباره با فاصله از هم قرارش رو میدید. همه رو یکی یکی آماده کنید. خب بچه وقتی که همه رو مارمالاد گذاشتید و توی ظرف قرار دادید با آب پاش یک کمی آب میپاشید روی سطحشون و دوباره نایلون رو میکشید روی خمیران و میذارید برای 30 الی 45 دقیقه دوباره بمونه استراحت بکنه. لطفا از مراحل کار خسته نشید. شیرینی پزی حوصله میخواد. به خاطر اینکه یه شیرینی خوشمزه داشته باشید باید صبر و حوصله داشته باشید تو این کار. و اینکه حالا یه دونشم من با نوتلا براتون میذارم که ببینید اونم چجوری میشه. من با استفاده از یه قاشق دیگه بکنم. خب ببینید اول از وسط به هم دیگه فشار بدید که بسته بشه. بعد کناره ها رو جمع کنید تو دستتون. بعد این سمتشو و همه رو به هم بچسبونید و دوباره تهشو گرد کنید. این چروکایی هم که نگاه کنید، این چروک ها هم خطایی که میفته رو دوباره ببندید که ازش بیرون نزنید و یه دایره قشنگ در بیاد. بچه ها بعد قبل از اینکه میخواید بذارید توی فر، روشن کنید فر رو دمای 180 درجه. دو تا ظرف کوچیک آب، دو تا کاسه کوچولو آب کنید و توی فر قرار بدید که حالت بخار بپیچه اونجا و اونطوری پخته بشه. کیفیت کارتون بالا میره و خیلی بهتره. پس با دمای 180 درجه درجه سانتیگراد این کار رو انجام بدید. تقریبا یک ربع قبل از اینکه استراحت خمیرتون تموم بشه فر رو روشن کنید و روی دمای 180 درجه. قبلا هم تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم وقتی که ما با دمای 180 درجه میخواییم کیک و شیرینیمونو یا هر چیز دیگه بپزیم، شما بذارید روی 200 درجه که وقتی در فر رو باز میکنید و حرارتش خارج میشه یه کمی حرارت رو نگه داره. بعد از 2 دقیقه که گذاشتیم دوباره بذاریدش رو همون 180 درجه. دوستای خوبم الان دیگه مرحله آخره و زدن تخم مرغ روی شیرینی هامون مونده. این کار رو انجام بدید و دیگه بذاریدش رو داخل فر. زرده تخم مرغ رو که زدیم با یه قلمو یا هر وسیله‌ای که دارید بزنید روی تخم مرغا و میذاریمش داخل فر به مدت 20 الی 25 دقیقه. بازم بستگی به فر شما داره ولی حدوداً
20 الی 25 دقیقه زمان نیاز داره. لطفاً دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. من خیلی زمان میذارم براتون که این ویدیوها رو پر بکنم، ولی از شما هم خواهش میکنم که لطفی که میکنید فقط دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و با این کار از کانال من حمایت کنید.